من آینده را بسیار درخشان و روشن می‌بینم و معتقدم آینده پیش رو بسیار وضعیت این کشور، جوانان این کشور و مردم بسیار درخشان و روشن خواهد بود. واقعا؟ آینده روشنه؟ یعنی تصمیم گرفتید دیگه یواش یواش جمع کنین برین؟ چون فعلا با وجود شما فقط آینده یه حوزه روشنه. ما در حوزه علم و فناوری بسیار پیشرفت داشتیم، در حوزه صنایع هسته‌ای و نظامی بسیار پیشرفت داشتیم، در حوزه نانو تکنولوژی بسیار پیشرفت داشتیم. هی میگه حوزه حوزه حوزه، والا تنها حوزه ای که طی 40 سال اخیر پیشرفت چشمگیر داشته حوزه علمیه قم بوده که تولید روزخون رسیده به تولید رئیس جمهور. ما علارغم خواست دشمنان گامهایی رو برداشتیم و علارغم خواست دشمنان انشالله گامهای بسیاری در پیش هست. گامهایی هم در پیش هست؟ جان من متن سخنرانی تو یه بار دیگه نگاه کن ببین درست داری میخونی. گام گام مطمئنی میم داره آخر کلمش؟ چون تو با این قدم‌های انقلابی که در کمتر از یک سال برداشتی ملت رو گام به گام به مگاوامات‌ها دادی رفت. وقتی که سخنگوی کاخ سفید رسماً اعلام می‌کند فشارهای حداکثری به ایران مفتزهانه شکست خورده است، خیلی حرفه. این یعنی ملت بزرگ ایران امریکا رو شکست داده. اگلا خیلی حرفه. پس یعنی از این بعد کاخ سفید هر چی گفتمو قبول کنیم دیگه حرفش ها. حتی اگه مثلا یهو یه زمانی به بابا پوتین گفت جنایتکار جنگی. مقامات دولت پرزیدنت بایدن رخدادهای شهر بوچا را گواهی دیگر بر ارتکاب جنایت جنگی توسط روسیه دانستند. جنایت چیکار کردن مگه؟ حالا فوقش هم به سر هم به پای 1500 آدم بیگناه شلیک کردن دیگه. ضرورت داشته لابد. رئیس جمهور روسیه گفت مداخله این کشور در اوکراین ضرورت داشت چون غرب در حال آمادگی برای تهاجم به سرزمین روسیه از جمله کریمه بود. واقعا ما شانس بردیم این 23 موقع جنگ جهانی دوم پخش نمیشد، وگرنه مجسمه هیتلر رو به عنوان نماد صلح و دوستی نصب می‌کردن جای میدان آزادی. اون وقت ما الان دهه فجر باید رو شورت آدولف جان تصویر پرچم چین رو مینداختیم تا ازشون بابت همکاری در شیوع کرونا قدردانی کنیم. وزارت بهداشت اعلام کرد نخستین روز بدون فوتی کرونا در کشور پس از 2 سال و 100 روز ثبت شد. البته مسئولین عزیز یه وقت نگران نباشن ها، کرونا هم دست از کار بکشه ما خدا رو شکر اونقدر پراید واسه تصادف و هواپیما واسه خطای انسانی و ساختمون واسه ریختن داریم که صفر شدن آمار فوتی‌های کرونا رو جبران میکنه واسمون. این موفقیت بزرگ رو از جانب وزیر محترم بهداشت به محضر ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم. یه جوری میگه موفقیت بزرگ انگار که با کرونا یا به قابلمه یا دود کردن پشکل گاو و سرکشیدن شارژ شطور و شیاف کردن روغن بنفشه کرونا رو کنترل کردن، نه با واکسنی که یک کشور دیگه ساخته بود. دست شماها بود که ملت هنوز داشتن زری لیز میزدن لامصب. چی رو تبریک میگی؟ خانجای غمبار متروپول آبادان رو هم خدمت همه همشهریان و همه هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت هست. بله تبریک و تهنیت دیگه. به هر حال وقتی شما 2 روز بعد حادثه تو ورزشگاه مشغول لشکرکشی و برگزاری و کنسرت و جشن و پایکوبی باشی طبیعیه که تبریک و تسلیت رو قاطی کنی با هم. رئیس جمهور صبح امروز به آبادان رفت و از نزدیک روند آواربرداری از متروپول را بررسی کرد. وی در ادامه به تیرها و ستونهای تخریب شده دستور داد که هرچه سریعتر برداشته شوند. او همچنین به سایر ساختمانهای ناایمنی که با توف ساخته شده اند هشدار داد که باید مقاوم بشوند و به هیچ وجه روی سر مردم نریزند. آقای رئیسی در ادامه به دیدار خانواده های جانباختگان حادثه متروپول هم رفت. واقعا بیچاره خانواده های داغدار، خراب شدن ساختمون رو سر عزیزاشون کم بود، الان باید خراب شدن رئیس جمهور رو سر خودشون هم تحمل کنن. این هم که ماشاءالله خاکی و مردمی، توالت هم بخواد بره یه 20 تا دوربین و بادیگارد دنبال خودش راه میندازه. آقای رئیسی همچنین در جلسه شورای اداری آبادان تاکید کرد با کسانی که برای سودجویی بیشتر و با سوداگری چنین حوادثی را رقم میزنند باید برخورد عبرت آموزی صورت گیرد.
به به سوداگری. آدم متنایی رو که رئیس جمهور میگه رو وقتی تو خبر میخونن واقعا فکر میکنه رئیس جمهورمون ابوالقاسم فردوسیه، ولی وقتی خودش حرف میزنه است که به هر حال بعد از این قضیه بعد خیالمون راحت باشه که بجز اون عبدالباقی مالک متروپول بقیه هم قراره بفرستن اونجا که خاوری نینداخت تا در سرمای سوزناک کانادا قندیل ببندند و درس عبرتی بشود برای سوداگران باندهای قدرت و ثروت.